داده نشده. آقای دکتر منصور، شنیدی صحبت آقای بیداباد؟ همون نکته بود که به یه شکل در واقع دقایقی پیش شما هم اشاره بهش کردید. چقدر این در واقع اهمیت داره، تلاشی که برای کاهش وابستگی به درآمد نفت در این بودجه 90 روش انگوش گذاشته شده و چقدر واقع بینانه است؟ قراره این 20% در واقع به صندوق توسعه ملی انتقال پیدا بکنه اگر نفت در واقع بر اساس اون قیمت $100 در هر بشکه فروخته بشه. اگر چون اتفاق نیفته چه خواهد شد؟ ملزم فرمایید این تحول کنونی بازار انرژی به هیچ وجه تضمین کننده این نیست که قیمت نفت در $100 بالاتر خواهد موند. این بستگی به شرایط بسیار بسیار متحولی داره که به سرعت هم داره نگرون میشه. ولی برگردیم به اساس کار و اون این که دولت اگر نفت رو بر مبنای 80 یا 85 محاسبه کنه، معنیش اینه که مازادش باید به صندوق توسعه ملی برود. ولی این دولت به صندوق ارز کنم توسعه ملی و به صندوق ذخیره ارزی ابقا نکرده و در اونجا ذخایری پدید نیاورده، بلکه همه اونها رو حتی بدون اطلاع و اجازه مجلس برداشت کرده و میزان برداشتش طی این دوران 4 سال گذشته تقریبا 4 برابر حد مجاز قانون و مجلسه. عرض کنم که در همین صحبت بودجه آقای احمدی نژاد از مجلس گله‌مندانه خواستار شدند که موانع صندوق توسعه ملی رو بردارن، برای اینکه ایشان برای ایجاد آن اشتغال رویایی چشمشون به صندوق ذخیره ارزی است. یعنی میخواهند از همون صندوق ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی برداشت بکنند و برای کدام برنامه؟ ایشان نگفتن که برای ایجاد اشتغال چیکار می‌خوان بکنن. ببینید تلاش هایی که برای ایجاد اشغال باید انجام بگیره، من درس کردم تمام فضای اقتصادی ایران رو سرشار و مملو میکنه اگه چنین چیزی واقعا به راه بیفته. چنین چیزی وجود نداره. ایشون طرحهای زود بازده رو که خود همین مجلس اعلام کرده 46% اونها ناموجودند، در واقع وجود ندارند، در اونجا 20 میلیارد هزینه میکنند بیان که ایجاد اشتغال بکنه. در نتیجه با این نوع هزینه کردن ها اشتغال پدید نمیاد. برای اشتغال برنامه های کاملا مشخصتری عرض کنم ضرورت داره. این نکته رو فقط به عنوان نمونه عرض بکنم که دولت ایران قرار بود که در این چشمانداز 20 ساله 3 تریلیون و 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنه. از این رقم 1 تریلیون و 300 میلیارد دلارش سرمایه خارجی است. یعنی شما رو تقسیم کنید به 20 سال، باید دولت سالانه در حدود 700-800 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنه، در حالی که جذب سرمایه در سال گذشته با سرمایه ثابت و جاری زیر 10 میلیارد دلار بوده است. در برابر 600-700 میلیارد دلار ضروری که چشمانداز تعیین می‌کند. آقای دکتر زنگنه، چقدر احتمال داره که